تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انطقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم تفسیر میگیم، تفسیر خیلی فشرده و ساده و روان. به جزء 20 سوره قصص آیه 83 رسیدیم. بشنوید. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. این آیه به معنای به منزله قطعنامه قصه قارونه. قارون ثروتمندی بود که دست کلیدش و افراد توانمند نیرومند حمل و نقل می‌کردند. موعظه شد که احسان کن، خدا به تو داده. گفت نه، خدا به من نداده، رو علمم پیدا کردم. در مقابل حضرت موسی وایستید و شاخشونه کشید و عاقبت هم خدا او را به گل فروش برد. افرادی هم که میگفتن کاش مانم مثل فرعون داشتیم، وقتی دیدن قارون به گل فرو رفت گفتن چه خوب شد ما مثل فرعون نداریم. قصه گذشته بود، حال اینجا میگه تلکت دارالآخره، آن خانه قیامت را نجعلها قرار میدیم برای کسانی که لا یریدون علوا. بهش مال کسانی است که در قلبشون بلند پرواز نباشن، مغرور و متکبر نباشن، نخواستن خودشونو به دیگران، خودشونو برتر از دیگران ندونن، خواهان برتری نباشن، خواهان فساد نباشن. والعاقبت للمتقین، سرانجام رستگاری از پرهیزکارانه. پرهیزکار هم همون کسی است که اراده علو نداره. خب در روایت داریم که حضرت علی علیه السلام امیرالمومنین این آیه را برای تجار تو بازار میخوند، برای تجار بازار تلاوت میکرد، میگفت تلکت دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. از استادمون، از بعضی از علما شنیدیم که امام خمینی رحمت الله علیه وقتی درس اخلاق میگفت در قوم، آخر درسش این آیه رو میخوند، تلکت دارالآخره، این بهشت و این سرای ابدی را قرار میدیم برای کسی که اراده علو نداشته باشه. بعضی اراده علو دارن، حتی حدیث داریم که اگر کسی بند کفشش رو یه رنگ انتخاب کنه که همه نگاش کنن، یعنی خواسته باشه از بند و کفش پوزی بده بر دیگران برتری بجوده، او هم مستاق مشمول این آیه هست. خیلی هستن در مرکب، در لباس، در کلام، در ازدواج، در نامگذاری میخوان یه کار بکنن استثنایی باشه، یعنی خوان بگن ما یک وجود برتریم. حتی ممکنه انسان ریششو یه ریشی بذاره که وقتی همه نگاه بکنم یعنی کیه، یا زلفشو یا یه انگوشترشو یا لحجهشو منششو اصلش برخورداش، حتی ورودش، خروجش، مرکبش، مسکنش، یعنی یک حالت امتیاز طلبی، یه حالت که افکار متوجه خودش کنه، به جای دعوت به خدا دعوت به خودش کنه، تو دلش اراده علو داشته باشه. علو یرودون علوان فی الارض ولا فسادا. حتی تحصیلات، یه رقابت هایی که مثلا میگه میخوای من با یک نفس 3 کیلو آب قوره سر بکشم، حالا مثلا که چی؟ حالا شما 3 کیلو آب سرکه یا آب قوره رو با یه نفس خوردی چه امتیازیه؟ یه دل شما بگه ببینید نگاه کنید من هم که این کارو میکنم. خیلی از مرتضها ریاضت میکشن که چی؟ 40 شبانه روز نخوابن. خب که چی؟ 40 روز نخورن که چی؟ من سوره حمد را با صدای عبدالباسط با نصف نفس، با یه نفس میخونم. خب مثلا که چی؟ حالا همه سوره حمد رو با یه نفس بخونی واجبه؟ نه. مستحبه؟ نه. نیاز فرد؟ نه. نیاز جامعه اینه که شما سوره حمد با یه نفس بخونین؟ نه. چند دم میدی از جا بپرم پایین؟ چند دم میدی مثلا فرض با کله را برم؟ چند دم میدی ماشینی که میره با مثلا دندون ماشین با زنجیرم با دندون ماشین
هرچی گاز میدم با دندونم در مقابل گاز ماشین مقاومت کنم که چی چند میلی مشت بزنم آجر خورد کنم. میخوای چه کنی؟ چرا آروم نیستی؟ قرآن میگه عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بنده خوب خدا اینه که رعبونه. تو چرا گیر میدی به خودت؟ چرا گیر میدی به مردم؟ میخوای چه کنی؟ حدیث داریم امام فرمود کسانی که یک کارهای ناهنجاری میکنن اینها به خاطر کمبود عقده حقارت دارن، یعنی یک کمبودی داره میخواد مردم نگاش کنن، مردم نگاش نمیکنن، حالا یه رقم عطسه میکنه که همه نگاش کنن، همه مردم این رقمی دعا میکنن، یه کسی همچنی دعا میکنه، همه مردم آمین آمین الهی آمین، یه جور دیگه میگه الهی آمین. در عزاداری، در مهمونی، مثلا مهمونی یه غذا میپزه که هم باید مثلا یک خودنمایی بکنه، باید مواظب باشیم، شیطان در ما رخنه کرده، گاهی هم اومده وایسته دیگه، اصلا بیرون هم نمیره دیگه. ها شیطان بیاد وسوسه کنه برای حرفی نیست، شیطان با میاد قرآن میگه فخوه له قرین، اصلا دیگه وامیسته، فکر میکنه شیطانی، نگاه میکنه شیطانی. به هر حال حتی گاهی عبادت میکنه، عبادت هایی که یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، هر کس هر کاری بکند که تو قلبش یرید، یرید اراده مربوط به قلبه، تو قلبش دلش میخواد این برتر از دیگران باشه، دلش میخواد برتر از دیگران باشه و این برتری زمینه ای برای فسادش بشه، این بهش سهمش نمیشه. حالا هر کسی نگاه کنه، افرادی هستن مثلا حتی رفتن آمریکا، من خودم هم آمریکا دیدم اینو، هم اروپا دیدم، در مثلا واقعا فقط دلش خوشه که وقتی زنگ میزنه بگه ما آمریکا هستیم. حالا یک نفر رفته برگشته تو مهمونی میگه بله ما آلمان که چای میخوردیم ایرقم چای میخورد، اون میگه فرانسه که قند میشکستیم ایرقم، ژاپن که لباس دوختیم ایرقم دوختیم، همچین دلشو لک میزنه که مثلا یه چیزی بگن. یعنی امام کاظم فرمود اینها یک کمبودی دارن و او کمبودشون رو میخوان با یک قرافری، با یک لفظی، با یک جوری عرض کنم که اسم بچهش مزرع فینیا، بگیم فینیا چیه؟ میگه یه تیغیه در بلغارستان، هرچی نگاه میکنیم این بیماره، آخه این همه گل تو ایرانه، آخه گلای ایران رو که از تیغی در بلغارستان پیدا کردی، یعنی پیداست که مشکل داره این، یعنی گیر شرق و غرب نیه، گیر خودشه، خیلی ها گیر خودشونن، آدم نباید گیر باشه. من خودم هم که حرف میزنم همینطورم، گیرم. الان بنده میرم مسجد، اگر عمامه من به شاخه درخت بند شد افتاد تو جوب آب، حاضرم همینطور بی عمامه برم مسجد، بگم داشتم میامدم عمامه به شاخه درخت بند شد افتاد تو جوب آب و دیگه عمامه کثیف شد، امشب من عمامه ندارم، قدقام تسلا نماز بخونیم بریم، فوری زنگ میزنم الو مسجد، یک حادثه رخ داد من امشب مسجد نمیام. گاهی میگن یک فاجعه رخ داد، فاجعه نی حادثه نی، امامه دفتیده یه شب بیامامه نماز بخون، گیرم. اگر برید نفرستید نمیام، اگر پولم بدید سخنرانی نمی کنم، اگر نمیدونم برای من این کارتو صادر نکنید نمیام، اگر که میکنیم که چی؟ حتی گاهی آدم دعوت میکنه بره صیغه عقد، طرف شرط میکنه که به شرطی من عقد میخونم که مثلا نماینده عروس باشم، حالا مثلا نماینده عروس میگه انکه تو، نماینده دوم میگه قبل تو، حالا یا بگی انکه تو یا بگی قبل تو، چه خاصیتی داره که حالا تو نماینده عروس بشی یا دوماد؟ مثلا ببین کجاها ما گیریم. کفشی که با میکنه اذیت میشه دا، منتها چون میگن مده خودش زجر کش میکنه، میگن مده، میگم خب بابا اینجا سبزی بکار، میگه سبزی بکارم، پاهم گفت دهاتیه، من باید چمن بکارم، مثلا فکر کنه چمن بکاره روشن فکره، سبزی بکاره امله، و حالی که اگر سبزی بکاره 5 تا امتیاز داره بر چمن، بعض سبزی خیلی از اون تره بر چمنه، 2 بعض سبزی ایرانیه بعض چمن خارجیه، معمولا
سه، سبزی هفته یکی دو بار آب میخواد، چمن هر رو آب میخواد. برگ سبزی پهن‌تر، تولید اکسیژنش بیشتره. سبزی سلول بدن انسان میشه، چمن سلول بدن الاغ هم نمیشه. سبزی عطر داره، چمن عطر نداره. منتها ببینید ما 5-6 امتیاز داره، ولی مثلا میگیم یه تو باغچه‌مون سبزی بکاریم، تو این اداره سبزی بکاریم، خانگو مثلا اینها دهاتی هن. شرف داره این دهاتی بر اون شهری که اقدر کج میفهمه. ما گیریم، قرآن میگه کسانی که تو دلشون یک بلند پروازی هایی دارن و یک بستری برای فساد در خودشون ایجاد کنن بهش رو نیستن. مثلا یه کتابی رو میخونه، یه قصه رو میخونه، میبینه یه قصه مثلا تو داستان راستانه، داستان راستان، بعد میبینه یه اگه بگه داستان راستان، شنونداش را گفت اینو تو داستان راستان دیده، میخواد بگه مثلا اینو مطالعات تحقیقات جرف فلان، نگاه میکنم اینم مرحوم مطهری قصه رو داستان راستان آورده، پاورقیش نشته فی مستدرک المسائل. مرحوم مطهری از کتاب مستدرک المسائل نشده. اینم تو سخنرانیش میگه که مسئله هست، داستانی است در کتاب مستدرک المسائل. بیا تو مستدرک دیدی؟ نه. خب تو چیز دیدی؟ داستان راستان دیدی. چرا آدرس مستدرک میدی؟ غیر از اینکه میخوای مثلا پوز بدی؟ و قرآن میگه کسانی که دکتر نیبش میگن دکتر، آیت الله نیبش میگن آیت الله، کسانی که یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن ستایش بشن به کارهایی که انجام ندادن. یعنی دوست دارن که بگن ایشون مستدرک الوسائل مطالعه کرده در حالی که مستدرک الوسائل مطالعه نکرده. یحبون، دوست دارن ان یحمدوا، ستایش بشن بما لم یفعلوا، به کار انجام نداده. فلا تحسبنهم بمفازه، قرآن فرمود که از احتمال نده اینها اهل فوز و رستگاری بشن، یعنی قطعا جهنمی هن. آدم های بلند پرواز توخالی. خدای تو به حق محمد و آل محمد، اراده علو و فساد را از روح همه ما بر همیشه دور کن. خب این آیه 83 هم تمام. السلام علیکم و رحمت الله.